شنبه خونین برای رسانه های افغانستان. روز گذشته در حمله مهاجمان مسلح بالای حمله انفجاری بالای موتر کارمندان تلویزیون خورشید، دو تن از همکارانمان به شهادت رسیدند و شش تن دیگر هم زخم برداشتند. گزارش هایی که از بیمارستان گرفتیم، وضعیت دو تن از همکاران ما نازک گزارش میشه، بقیه چهار تن دیگر از همکاران ما در حالت خوب قناعت بخش به سر میبرند. این حمله واکنش گسترده را در سطح جهانی و افغانستان برانگیخته و نهادهای حکومتی، نهادهای جهانی و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران این حمله را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده و تلاش برای خفه کردن آزادی بیان عنوان کردند. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت افغانستان، اینجا با من است. فیصل صاحب، بسیار خوش آمدی. فکر میکنین که حمله ای که حالا دیروز صورت گرفت، با توجه به پیشینه بی حمله که 8 ماه پیش هم حمله بالای کارمندان تلویزیون خورشید صورت گرفته بود، اینجا کار نهادهای کشفی و استخباراتی واقعا چقدر زیر پرسش میره؟ تشکر. پیش از همه به خانواده دو تا از همکارای ما که دیروز شهید شدن و به شما و همکارایتان و در کل رسانه های افغانستان تسلیت عرض میکنم. دوستای ما که زخمی هستن، برای همیشان شفای عاجل و کامل استدعا دارم. خب، امنیت شهروندان یک بحثی است که راجع میشه به دولت افغانستان، در این جای شک نیست. و متاسفانه که تنها رسانه های افغانستان نیست که از جنگ امروزی که ما در وطن داریم از او متضرر شدن. مردم افغانستان، همه ما، هم اقشار این جامعه، از معلم گرفته تا دکتر، تا پلیس، تا خبرنگار، تا یک متعلم، تا فرد عادی جامعه که از صبح تا شام سر سر کار میکنه، اینا متاسفانه قربانی جنگ و خشونت در افغانستان هستند. اما مشخصا وقتی که باز یک حمله میشه و در اونجا مشخصا موتر رسانه ها هدف قرار داده میشه، به این معناست که یک دشمنی است. دشمنی هر کسی که مسئولی حمله است، به رسانه های افغانستان است، به آزادی بیان است و به پیشرفت است. چون رسانه های افغانستان کاری که در تنویر اذهان عامه کرده، کاری که برای بهبود کشور کرده، شاید در هیچ جای دیگه ما سابقیش نداشته باشیم. از او خاطر کسایی که رسانه را هدف قرار میگیرن، چی دیروز بود، چی 8 ماه پیش بود در خورشید و چی در جای دیگه بوده که رسانه های دیگر را تروریست ها هدف قرار دادن، همیشان یک معنا میده و همین است که اینا نمیخوان که مردم افغانستان از واقعیت ها خبر شد. اینا نمیخوان که امو تنویر ذهنی که از ادرس رسانه رهبری شده بود اونو دوام پیدا کنه. بله، مسئولیت دولت هم است، اما در کل امنیت یک موضوعی است که برای همه باید در نظر گرفته شود. مشخصا بر رسانه یک کمیته کار میکنه، شما در جریان هستین که سکرتشن پیش شماست، شورای امنیت کمیته کار میکنه که ساحاتی که لازم بود که امنیت دفاتر است و امنیت اشخاص و افراد است. اما در کل برای این که ما در آینده شاهد همچنین حادثات نباشیم. حالا داعش مسئولیت بر عهده گرفت. بله بله. فکر میکنین که تا هنوز جزئیاتی که نزد شما از چی است و داعش فکر میکنین چرا بالای خبرنگار حمله کرده این مقطع زمانی که شرایط همه حساس میگن، با توجه به وضعیت سیاسی افغانستان، با توجه به تلاش هایی که برای صلح میشه؟ ما امیر میگیم که داعش یا هر گروه دیگه چرا باید بیای و خبرنگار هدف قرار بگیره؟ چون رسانه افغانستان، خورشید مشخصا، تا بالی که ما شاهدش بودیم، اینا نه طرفداری از حکومت کردن، نه طرفداری از طالب کردن، نه طرفداری از داعش کردن، نه طرفداری از گروه های سیاسی و دیگاهی داشتن. پس چرا باید ای تو یک رسانه یک هدف باشه برای گروه های تروریستی یا گروه هایی که مخالف هستن؟ ای واقعا جای تاسف است و جای است که دفتا آدم نمیتونه که برش پاسخ هم داشته باشه. اما باید منتظر شویم، بشنیم که بالاخره برسی هایی که میشه اونو تکمیل شه. چیزی که در این مرحله مهم است،
رسیدگی به فامیلای شهدا است که متاسفانه دیروز دو دانش شهید داشتیم. چیزی که مهم است رسیدگی به زخمی ها و فامیلایشان است که به اینا رسیدگی شوه، اینا به خیر صحتیاب شوند و کسایی که اندوهگین هستند به اینا باشیم، دلجویی برشان کنیم که و در پالوی ازی همراهشان همکار باشیم، نشه که ایا پراموش شوند. آسیب پذیری خبرنگار از جانب نهادها، از جانب آگاهانی که اینجا آمدن، از جانب همه آسیب پذیری بالا گفته شد. اگر کوتاه بگوین چه برنامه های بر مسئولیت حداقل کار رسانه و خبرنگار در نظر خواهد بود؟ مسئولیت ها در دو بخش تقسیم میشه. یکی مسئولیت های است که جمعی است که او را دولت به دولت میرسه که دو بخش باید اقدامات شد. باز هم میگم اگر اقداماتی که دولت میکنه اونو وقتی که نتیجه میده تاثیرش همگانی است، همگی ما میتونیم که در مسئول تر باشیم. یک مسئولیت راجع میشه به اداره، اینه اداره و ادارات دیگه که رسانه‌ای هستن، معلوماتی هستن، اینا ها مسئولیت های مشخص خود دارن. کارهایی که باعث ازی میشه که همکارای رسانه‌ای ما بیشتر آسیب پذیر شون، از او جلوگیری شود. اقداماتی که ادارات خودشان کرده میتونن که کمک میکنه به مسئولیت خبرنگارایشان، به مسئولیت همکارایشان به او بپردازن. چون کارهایی هست که در داخل اداره هم میشه. باز هم میگم داخل یک بحث بسیار مهم است که اینی همکارای ما که شهید شدن و همکارایی که زخمی هستن به اینا رسیدگی شود. اینا فراموش نشن، به فامیلایشان باشیم، به دوستایشان باشیم و همراهشان کمک کنیم. بسیار تشکر از حضورتان و از همدردیتان آقای فیصل. پس از یک میان برنامه کوتاه همچنان برنامه ادامه دارد. با ادامه برنامه خوش آمدین. لطفلای نجفی زاده رئیس تلو نیوز در استودیو با من است. آقای نجفی زاده تشکر از حضور و همدردیتان. دوبار خورشید و دوبار هم تلو نیوز هدف حمله مخالفین مسلح قرار گرفتن. فکر میکنین که حملات هدفان به چه منظور ادامه داره و حمله بالای خبرنگارا و آینده از وضعیت شما چگونه میبینین؟ تشکر، تسلیت میگم به یک بار دیگه و شما برای خانواده های شهدا، دو دوست و همکار عزیز شهید شفیق و شهید میر واحدچار ما از دست دادن دیروز. اینا در خط اول اطلاع رسانی قرار داشتند. ما دیروز هم با جمعی از دوستا و همکارا زمانی که رفتیم به شفاخانه ایمرجنسی، جایی که شش همکار دیگه ما و شما از تلویزیون خورشید زخمی شدند، می دیدیم که واقعا چه ریسکی را خبرنگاران متحمل می شده ای کشور. من برای خوشحال هستم که پنج تن از این همکارا وضعیتشان امروز برای ما همکارا گفتند بهتر شده و دعا می کنیم که راننده که وضعیتش زیاد خوب نیست به زودی خوب شود. قسمی که شما گفتین این اولین بار نیست و آخرین بار هم متاسفانه نخواهد بود که رسانه های افغانستان مورد حمله قرار می گیره. طلوع چهار بار در چهار سال گذشته مورد حمله قرار گرفته. ما 11 نفر شهید داشتیم. خورشید هم پار سال در عین وقت یک حمله بسیار مشابه سر همکارای ما در خورشید بود. اما من مطمئن هستم که خورشید همیشه میتابه و این تعهد را که ما در رسانه های افغانستان، در کسانی که در عقبه این آزادی بیان هستن، این چرخش به یک شکل بسیار قویش در حرکت آوردن، من مطمئن هستم که به این شکل ادامه پیدا میکنه. دشمن باید بدانه که آزادی بیان یک دستاورد بسیار بسیار حقیقی و نهادی نشده این کشور و این جامعه است. یک نسل عظیم افغانستان که بالاتر از 60% است با اینمی ارزش ها بزرگ شدن. شما نمیتونین با یک حمله، با دو حمله این ارزش ها را دوباره از این ملت بگیرین. بنابراین من بسیار اندوهگین هستم با تلفات که ما و شما در سالهای اخیر داریم و شهدای مشخصا دیروز، اما از طرف دیگر بسیار مطمئن هستم که این کاروان متوقف نمیشه. این آسیب پذیری از کجا میشه و در نهایت چرا باید خبرنگار هدف قرار بگیره، چرا رسانه باید هدف قرار بگیره و ما این شکل جوانان را از دست بدیم، جوانانی که متعهد به آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند؟
چون کار را که شما میکنین، کار را که رسانه‌های افغانستان میکنن، این یک تحول بسیار عظیم است. افغانستان را سوق میده و روشنایی افغانستان را سوق میده برای یک جامعه مرفه، مدرن، آگاه، یک جامعه که ارزش‌های دموکراتیک در اونجا نهادینه است و متاسفانه دشمنای فراوان داره. در بعضی موارد افغان‌های خود ما و شما در دامن توطئه دشمنای افغانستان قرار می‌گیرند و در بعضی موارد هم مستقیم دشمنای افغانستان و ملت ما و شما نمی‌خواهد که این ارزش در اینجا نهادینه باشد. یاد ما و شما نباید بره دوست عزیز که آزادی بیان در افغانستان در تمام این حوزه و منطقه بی‌نظیر است. بنابراین شما با هر کشوری که مقایسه کنید، از همسایه‌های دور و نزدیک، بنابراین آنچه که افغانستان، جامعه رسانه‌ای افغانستان، رسانه‌های افغانستان بهش دست یافتند در دو دهه گذشته، ای کمتر از معجزه نیست. اقداماتی را که حکومت کرده، این حملات متعددی که صورت گرفت، بالای طلوع نیوز، بالای خورشید و در ششترک خبرنگار گروهی هدف قرار گرفتند، در کارتیسی و جاهای دیگه در ولایت های افغانستان، رسیدگی های حکومت واقعا چقدر قناعت بخش است و آنچه را که میگن به نهاد عدلی قضایی دوسیه رفت، در نهایت تصمیم گرفته شده و متهمین یا مجرمین در زندان هستند و در نهایت فکر میکنین چون این وضعیت واقعا حقیقی باشه یا رسیدگی ها بگونی کامل صورت گرفته باشه؟ من مطمئن هستم کوتاهی های هست، باید تحقیق جدی صورت بگیره که حادثه دیروز چگونه اتفاق افتاد. اگر ماین در کنار جاده در مرکز شهر در یک سرک عمومی جاسازی شده، چطور کسی را ندیده؟ در امو ساحه نیروهای امنیتی کافی وجود داره، چندین پسته وجود داره. بنابراین خواست من به عنوان یک جورنالیست و عضو این خانواده است که یک تحقیق جدی اول در رابطه با حادثه دیروز شود. حوادث گذشته هم بدون شک کاستی های هم در جلوگیری هم در تحقیق وجود داره، اما باید درک کنیم که این هم یک حقیقت است که دشمن که دشمن کلانه که آزادی بیان را میخواهد در افغانستان خفه کنه، او دشمن جمهوریت هم هست، او دشمن حکومت هم هست، او دشمن نظامی که ما و شما ساختیم هم هست. بنابراین یک قسمت از این دشمن مشترک افغانستان نو است، اما عناصری که در درون حکومت، در زیر چتر حکومت میخواهند که مانع آزادی بیان شود، در این قسمت من مطمئن هستم که حکومت مسئولیت داره که جدیتر عمل کنه. آقای نجفی زاده، با توجه به این حملاتی که صورت گرفت، واضح پذیری که قشر خبرنگار افغانستان داره، چیزی که به رسانی را دستاورد جهان و افغانستان گفته میشه، اگر رسیدگی نشه با این دید رسانی را، با توجه به این وضعیتی که ما داریم، وضعیت آشفته سیاسی و وضعیتی که غیر قابل قبول است، فکر میکنید که بحث اطلاع رسانی شدید متاثر میشه با توجه به وضعیت؟ شاید شکنند شوه، شاید فشار بیشتر شوه، شاید تلفات بیشتر ما و شما بتیم، اما من آنچه که باور عمیق دارم، ایره به این خاطر نمیگم که من امروز خبرنگار هستم، باور عمیق دارم که جامعه افغانستان آزادی بیان و رسانه ها را به عنوان یک ارزش بسیار بسیار حقیقی در زندگی خود پرورانده و این به می شکل پیش میره، اما راه دشوار است. خدا کنه که یک روز ما و شما دیگه شاهد حوادث خونین مثل دیروز نباشیم. بسیار تشکر نجفی زاده صاحب، رئیس طلوع نیوز، از حضور هم در دیدن. ممنون. سلامت باشید. میان برنامه کتاب همچنان با ما باشید. به ادامه این برنامه خوش آمدین. عبدالقادر میرزایی، رئیس تلویزیون پیشگام، در استودیو با ماست. تشکر از حضور و همدردیتان. آقای میرزایی، این گونه حملات چقدر بالای روحیه کار رسانه‌ای تاثیرگذار خواهد بود؟ بله، اجازه بدین در نخست مراتب تاثیر عمیق خود از طرف خود و همکارای ما در مجموع همکارای تلویزیون پیشگام به مناسبت حادثه شهادت دو تن از همکاران برجسته و برازنده تلویزیون جهانی خورشید ابراز بکنم.
از خداوند منان بهشتی برین به روح پاک از شهدا استدعا میکنم و همچنان برای زخمی های از این رویداد شفای خیر و عاجل خواهان هستم. متاسفانه حمله که دیروز اتفاق افتاد، این حمله حمله نخست هم نیز و حمله آخری هم این نخواهد بود. حملات پی در پی که ما در این هفته های اخیر شاهدش بودیم، حمله بر شفاخانه، حمله بر مسجد، حمله بر مراسم تشییع جنازه و حمله بر رسانه، واقعا تکان دهنده است. این را میشه وحشت قرن نامید. بدون تردید این وحشت قرن اثرات و تبعات منفی خود در قبال کار تا حد بر جا میگذاره. اما آزادی بیان و احترام به آزادی بیان در افغانستان به عنوان یک ارزش از طرف مردم پذیرفته شده. دشمنای ملت افغانستان، دشمنای مردم افغانستان هیچگاه قادر به این نخواهند شد و نخواهند بود تا گلوی آزادی بیان را با همچو یک عملکرده خفه بسازند. در کوتاه مدت تأثیرات روانی بالای کار رسانه‌ای بدون شک میتواند داشته باشه، اما در دراز مدت آزادی بیان یک ارزش است بر ما و مردم افغانستان، و خوشبختانه که مردم افغانستان با جان و دل این ارزش را پذیرفته و برش فوق‌العاده احترام دارد. با توجه به اینکه خبرنگار در جامعه افغانستان با همین طرف‌ها در تقابل است، با حکومت، حداقل کمکاری حکومت، کمکاری نهادهای خصوصی، کمکاری نهادهای بین المللی، بحث مافیا، فساد اداری، تمام این بحثایی که وجود داره و باید بازتاب پیدا بکنه که آسیب پذیری خبرنگار بیشتر میسازه. فکر میکنین که به او اندازه که نیاز است از جانب نهادهای حامی خبرنگار، که شما هم سالها کار کردین و میبینین که زیر نام خبرنگار حتی بحث تجارت مطرح شد، بحث چگونگی عدم رسیدگی به خبرنگار مطرح شد که نهادهای مختلف آمدن باز شدن، اما مسئولیت خبرنگار با گذشت هر روز آسیب پذیرتر شده رفت. فکر میکنین که کاری صورت نگرفته و هنوز هم از این آدرس آسیب پذیری بالا وجود داره؟ متاسفانه نهادهایی که در دفاع از حقوق خبرنگارا و رسانه ها فعالیت میکنن و مجوز فعالیت دارن، اینا قوی قهریه یا قوی اجراییه در واقع نیستند تا اینا از قوت خود، از قوی قهر خود اینا استفاده بکنند در قبال دفاع از حقوق حقی خبرنگارا و رسانه‌های افغانستان. اما صدای اعتراض خود را وقتاً فوقتاً اینا بلند کردن که نتونسته جایی را بگیره متاسفانه، که بیشتر نمیتونه بگویم کار از این نهادها بسیار بسیار قابل لمس است برای ما خبرنگارا، برای مایی که سالیان طولانی زندگی خود در ایرا سپری کردیم. اما نتیجه ملموس ایره ما از این فعالیت ها نداشتیم. حرف مهم که شما به او اشاره کردین دقیقا خبرنگار، خبرنگارای افغانستان، جامعه رسانه‌ای افغانستان تنها با گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان مواجه نیست. خبرنگارا با حکومت طرف هستند، خبرنگارا با تمام گروه های قانونی و غیر قانونی که در این جامعه به گونه قدرت نمایی میکنند. این جامعه رسانه‌ای افغانستان و این خبرنگارا با اینا مواجه هستند و تقریبا نمیتونیم بگویم که بد اتو طوری میخوایم عرض بکنم خدمت شما که بدبینای جامعه رسانه‌ای افغانستان تنها یک جهت نیست. اما حادثه دیروز یک بار دیگه نشان داد که هنوز هم
جامعه رسانه‌ای افغانستان و خبرنگارای افغانستان مورد هدف گروه های تروریستی است. آقای میرزایی، فکر میکنین که داعش مسئولیت گرفت؟ فکر میکنین داعش چرا باید خبرنگارا را هدف قرار بده؟ فکر میکنین که بحث اون وحشت است یا که در این شرایط میخواین یک گپ کلان از آدرس جامعه رسانه‌ای و تبلیغاتی بکشن بیرون که همه وحشت زده شوند؟ حالا داعش مسئولیت گرفت، اما با ارگانهای امنیتی افغانستان، ما خواست من از ارگانهای امنیتی افغانستان ایست که ایره ثابت بسازن که حمله را داعش انجام داده. حالا میشه با زیر نام داعش بسیار کارهای صورت بگیره. این مسئله با تحقیقات بسیار جدی و همه جانبه در این مرحله از زمان نیازمند است که باید صورت بگیره. ارگانهای کشفی و خصوص ادارات امنیت ملی افغانستان این مکلفیت دارند که ایره به اثبات برسانند که آیا واقعا این عمل داعش انجام داده یا خیر. بسیار تشکر از حضور و از همدردیتون آقای میرزایی. لطف کردین. شما سلامت باشین. یک بار دیگه مراتب تأثیر و غمشریکی خود با همکاران تلویزیون جهانی خورشید، رهبری تلویزیون خورشید و تمام جامعه رسانه‌ای افغانستان شریک ساخته و به روح پاکشان دعا میکنم. بسیار تشکر. پس از یک میان برنامه کوتاه همچنان این برنامه ادامه دارد. با ادامه برنامه خوش آمدین. بیوگرافی میرواحد شاه. میرواحد شاه دوستان تصویر اینجا میبینین که همکارای ما میرواحد شاه یکی از خبرنگارای بخش اقتصادی ما در حمله دیروز جان باخت که 25 سال سن داشت و معسل سال اخیر دانشکده حقوق علوم سیاسی در یک از دانشگاه خصوصی بود و 5 سال میشد که از سال 1395 به این طرف با خورشید کار میکرد. شفیق الله زبی هم از کارمندای خیلی جوان خورشید بود که 21 سال سن داشت و تازه از صنف 12 از لیسه محمد علم فیضات فارغ شده بود و 6 تن از همکاران ما هم زخمی هستند که 2 خبرنگار در میانشان از صفاکار از بخش دیزاینر گرافیک دیزاینر است و بخش خدمه و دیکور. برای زخمی ها شفای عاجل و برای شهدا بهشت برین از خداوند متعال صدا می کنیم. صابر مهمن سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ با ما هستند. بسیار تشکر آقای مهمن از حضور و از همدردیتان. دیر زیاد مننه. پا پیل که ده سلام نورسته ده خورشید تلویزیون په همکارانو باندې پرونی برید چې ترسره شو دواړو ځوانو شهیدانو ته د رسنیو د کور ځوانو شهیدانو ته د څښتن تعالی له درباره د فردوس جنت هیله کوو همدارنګه ټپیانو ته د سملاسي روغتیا لپاره د څښتن تعالی په دربار کې د دعا په مخلصونه لپه کوو واقعا په افغانستان کې په وروستیو 19 یا 20 کلونو کې یو له لویو لاسته راوړنو څخه د افغانستان د حکومت او بیا په دغه وروستیو تیرو شپږو کلونو کې یا څه د پاسه شپږو کلونو کې لویه لاسته راوړنه هغه د بیان ازادي وه. موږ په منطقه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د ډیرو هغو هیوادونو څخه چې د بیان د ازادۍ حامیان ځان بلل د هغوی څخه مخکې شو. د هغې وجه د دغه ډول قربانیو ورکول و چې د بیان د ازادۍ په لاره کې زموږ دغسې پیاوړو خبریالانو د رسنیو کارکوونکو او د رسنیو په کور کې هغه بېلابېل کټګوریو خلکو چې قرباني ورکړې ده. د هغې وجه دا ده چې موږ یو له خپلو پرمختګونو څخه د بیان ازادي ګڼلی شو. موږ د 2001 کال نه راپدې خوا د رسنیو د کور د بېلابېلو برخو قرباني شاهدانو ولې دغه کار ونه درېده.
دیت ادامه ورکول شو. بارها رسانه ها هدف قرار گرفتن، شما حمله گروهی را در ششترک دیدین که تعداد زیادی از خبرنگارای ما شهید شدن. شما به حمله دوبار بالای چهار بار بالای طلوع نیوز که دوبار بالای خورشید و بالای رسانه های دیگر در فکر میکنین تداومی حملات به معنای چی است؟ و شما گفتین که رسانه های افغانستان آزادی بیانی که در افغانستان است بی‌نظیر از کشورهای منطقه. فکر میکنین که هدف قرار دادن آزادی بیان یکونه مجرایی باشه که فشار وارد بکنن، بسر نگرانی بسیار کلان به وجود بیارن و حداقل روحیه کار خبرنگار رو بخواین تضعیف بکنن؟ اصلا خبر داده چی افغانستان داسې وی جګړې سره مخ ته چې او داسې یو تورزړی دښمن سره مخ ته، داسې وړون دښمن سره مخ ته چې هغې د افغانستان د هیڅ پرمختګ ته او د هیڅ وړاندې تګ ته سترګې نشي غړولی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پرمختګ، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړل، دا یو بېساری پرمختګ و. په دغه نورلسو کالو کې هیچ چا فکر نه کوه چې هغه افغانستان چې یو څو تورې دورې یې تېرې کړې وي او د 2001 کال نه په دې خوا تر دغه 2000 کاله پورې چې اوس پکې قرار لرو دومره پرمختګ دی په بېلابېلو برخو کې وشي. نو دوی چې د معرف پرمختګ نشي زغملی، دوی چې د افغانستان د مصلحو قواو او د افغانستان د یوې پیاوړې اردو زغم نشي درلودلی، دوی چې د افغانستان د کادرونو شتون نشي زغملی، دوی همدارنګه د بیان د ازادۍ د حامیانو او د بیان ازادي چې د دغه ډول قربانیو په واسطه باندې موږ ته لاسته راغلې ده، دا هم نشي زغملی. دا ګزار مخامخ د بیان د ازادۍ په مخ باندې ګزار دی او دوی غوښتنه داده چې دا باید ودرېږي، خو دا هېڅکله نه ودرېږي، ځکه دوی بار بار دا کارونه کړي دي. ولې د بیان ازادي مخ په وړاندې روانه ده او د افغانستان د بیان د ازادۍ او د رسنیو کور د دوی دا ډول کړنو ته او دوی دا ډول عمل ته هر وخت کلکه څپېړه ورکړي. مبند پیشتر از حملات متعدد اشاره کردم، دوسیه کدام از این نهادها، حداقل نهادهایی که کشفی هستند، نهادهای استخباراتی هستند، نهادهایی که کمیسیون توظیف شد گفتن که بررسی میکنیم قضیه ششترک، قضیه حمله بالای طلوع نیوز، هم قضیه بالای خبرنگارا در کارتیسی کابل که صورت گرفت، خبرنگارا به شهادت رسیدن به شکل دوبار بالای خورشید، در ولایت ها هم این حملات صورت گرفت. وزارت اطلاعات فرهنگ آیا جزئیات داره که چند تا از این حملات بررسی شد، چند تاش عاملینش گرفتار شد و به پنجه قانون سپرده شد؟ گوره یو دو دوله پیخوی، یو هغه دی چې ما وړاندې یادونه ورته وکړه چې د دسې یو دښمن سره مخامخ یو چې هغه د افغانستان د ټولو نهادونو او د افغانستان د ټولو خلکو په وړاندې باندې ولاړ دی او جنګیږي، چې هغوی سره زموږ د افغانستان مصلح قواوې هم عملا په جګړه کې دي. او دغه برید چې د رسنیو نه واورېدل چې هماغو ډلو چې یو د هغوی څخه داعش دی په غاړه باندې اخیستی دی، د دوی بررسي هم د افغان ملي او امنیتي ځواکونو دنده ده او هر وخت کې دغه دنده سرته رسولې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې د مشترکې کمیټې عضو دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوهم مرستیال استاد دانش په مشرۍ باندې کمیټه ده، او اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغې کمیټې عضویت لري چې هغې کې د خبریالانو د اتحادی استازی او د روزنامه‌گرانو د صنفونو استازی شتون لري، امنیتي ارګانونو استازی پکې شتون لري. دغه ډول ټولو قضایو ته هلته رسیدګي کیږي، حتی هغوی د خبریالانو د حفظ او د ساتنې په موخه باندې یا په جګړیزو حالاتو کې د خبریالانو د دپاره هغه ځینې محافظتي توکي هم اماده کړه او رسنیو ته په واک کې ورکړل. هر هغه قضیه چې یو دغه ډول تروریستي اعمال دي ترسره شوي، هغه هم د دې مشترک کمیټې لخوا نه بررسي شوي دي او څېړل شوي دي. او همدارنګه که په داخل کې د خبریالانو سره کوم کوچنی تاوتریخوالی شوی دی، هغه هم د دې کمیټې لخوا نه او د څارندوالۍ لخوا نه بررسي شوي. با توجه به آنچه که حالا دو همکار ما به شهادت رسیدن، وزارت اطلاعات فرهنگ برای خبرنگارایی که قربانی میشن
چه برنامه‌ای را روی دست داره؟ اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبریالانو یو صندوق جوړ کړ څو کاله وړاندې. اوس هغه صندوق د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نه دی او د هغې دپاره یو خپل یو بورد جوړ شوی دی. په هغې کې هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو استازی په هغه بورد کې شته دی. داسې ولیدل چې هغې سره جلالتمحاب جمهور رئیس د خپلې شخصي بودجې نه هم کومک وکړ. هغه صندوق د جناب وردک صاحب د هغې مشري کوي او بلا هم صندوق حمایت میکنه با وزارت اطلاعات فرهنګ پروګرامی نداره. هغه خبریالان چې د دوی صندوق او هغه مقررات او اصول له مخې دوی سره وي بیا په دغسې حالاتو کې ورسره مرسته کېږي. بسیار تشکر، بسیار تشکر آقای مومن از حضور و از همدردیتان. پای کې هم بیا یو ځل بیا د خورشید تلویزیون ته او تاسو ټولو ته تسلیت وړاندې کوم، د دوی کورنیو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت په استازیتوب باندې تسلیت وړاندې کوم او د څښتن تعالی له درباره ورته د دوی کورنیو ته او د رسنیو کورنیو ته د جمیل صدر تشکر. یک مهم برنامه میگیریم، برمیگردیم. بازم خوش آمدین به ادامه برنامه ویژه برنامه شهدای دیروز تلویزیون خورشید است که خبرنگار ما آقای میروای چای شهید در این حمله به شهادت رسید و زبی از همکارای بسیار خوب و بخش تکنیکی ما هم به شهادت رسیدن و شش تن از همکاران ما زخم برداشتن. جناب نصیر احمد نوری مسئول دیدبان رسانه های نای با ما هستن. بسیار تشکر از حضور و از همدردیتون. بسیار تشکر از شما. اجازه بدیم که در نخست ما مراتب تسلیت و همدردی خوده و نهاد نای به شما و خانواده شهید شریک بسازم و به همه تسلیت بگم. چی بود واکنش ها از حمله ای که صورت گرفت بالای کارمندای تلویزیون خورشید، نهادهای داخلی بیرونی و واکنش هایی که حداقل ما از نهادهای مدافع رسانه و خبرنگارا داشتیم؟ فکر میکنیم که بحث کلی حالا با هدف قرار دادن خبرنگارا چی چیزی است؟ متاسفانه یک بار دیگر دشمن های مردم افغانستان دیروز موتر حامل همکارای ما را هدف قرار دادن که در سر از او دو تن از خبرنگارای جوان ما، یک خبرنگار و یک کارمند بخش تخنیک، متاسفانه به شهادت رسیدن و چند تن دیگه هم زخمی هستند که پس از این حمله دفتر نای و دفاتر دیگی که در بخش حمایت از رسانه کار میکنن این حمله را حمله بر آزادی بیان عنوان کردن و از نهادهای امنیتی از حکومت خواسته شد تا همچو موضوعات پیگیری بکنن و نگذارن که جامعه خبرنگاری بیشتر از این یعنی متاثر شود، در حالی که پیش از این هم بالای همکارای خورشید حمله صورت گرفته بود و چند پیش در شش درک و پیش از او بالای تلویزیون طلوع حمله صورت گرفت که خبرنگارای زیاد خود متاسفانه از دست دادیم که در پهلوی از این واکنش های دیگی از حقوق بشر، از آدرس دولتی و نهادهای دیگی واکنش های خود نشان دادن و از حکومت خواستن که حداقل به خاطر تامین امنیت جانی خبرنگارا کاری بکنن. با این وضعیت آسیب پذیری جدی شدن میره. فکر میکنین که داعش مسئولیت گرفت؟ با این مسئولیت گرفتن داعش میخواد چه چیز اثبات بکنه و نهادهایی که حالا بحث کشفی و استخباراتی است چقدر در کارشان کوتاهی کردن؟ متاسفانه هر بار با کشتن مردم افغانستان که این بار خبرنگارا بود هدفشان، یعنی ایره دستاورد خود او گروه تروریستی می دانند و با این کار از دید ما می خواهند که حضور خود بیشتر جلوه بتن و ای بر نهادهای امنیتی و کشفی و استخباراتی هست که باید ایره تشخیص بکنن و کشف بکنن و مانع همچو حملات دیگر در کابل شوند که یعنی
دیگه قربانی جامعه رسانه‌ای و مردم افغانستان نداشته باشه. حالا نگرانی های جدی چی از شما با دیدبان رسانه ها کار میکنین و نگرانی کلانی که حالا مسئولیت راجع شود؟ دو همکار خوب ما به شهادت رسید. حالا کسی که باید پاسخ بگویه چه کسی را شما مسئول میدانیم با توجه به سابقه حمله بالای کارمندای خورشید و با توجه به تهدیدی که با جان کارمندا وجود داشت و بس 8 ماه پس حمله دوم و این وضعیت را فکر میکنین چه کسی باید پاسخگو باشه برای حداقل خون کارمندای ما که ریخته شدند؟ دقیقاً. خب مرجعی که ما به خاطر پاسخگویی از او یعنی میخواهیم حکومت افغانستان هست و او هستند که باید دی قسمت پاسخ بدن به مردم افغانستان که چه کسای خبرنگارا را هدف قرار میده و هر از گاهی یعنی جامعه رسانه ای را یعنی متاثر می سازه و این حکومت افغانستان است از دید ما که باید ای را پیگیری بکنن و عاملینش را تشخیص کنن و به پنجه عدالت بسپارن. آقای نوری، فعلا در شرایطی که به سر میبریم فکر میکنین چرا داعش بیایه و خبرنگارا را هدف قرار بده؟ فکر میکنین که واقعا داعش از پیشتر اینجا آقای قدیر میرزایی ششته بود، رئیس تلویزیون پیشگام، گفتن که حکومت باید ثابت بکنه که این حمله را داعش انجام داده. دقیقاً حالا برای ما و شما روشن نیست که این کار چه کسی است. حالا گروه های تروریستیه که هر بار هر اتفاق کلانی که در افغانستان میفته و او را به آدم میگیرن که طالبا و داعش هست، که دی حمله هم آنچه که شما نشر کردین که گویا داعش ایره به هده گرفته، که متاسفانه یک گروهی است که هر روز خون مردم افغانستان می ریزه و با همچو حملات بزدلانه می خواهد که روحی خبرنگارا را و یعنی تضعیف بکنه و متاثر بسازه. یک بخش کلان از مسئولیت خبرنگارا به نهادهای خود رسانه هم برمیگرده و وقتی رسانه ها بی توجه هستند، شما از دفتر نای چه اجراءات چه برنامه‌ای را تا هنوز عملی کردین که مسئولیت کارمند رسانه و خبرنگار در درون رسانه حفظ شوند با توجه به مسئولیت و وظیفه دفتر نای؟ دفتر نای به خاطر مسئولیت خبرنگارا کارایی را که روی دست گرفت در ایام کرونا یک دستنامه‌ای را نشر کرد به خاطر از اینکه یا مصاب نشن. پیش از او واسکت های زره و یعنی امو وسایل و تجهیزات ایمنی برای خبرنگارا آماده کرده بود که در جریان پوشش مثلا حملات انتحاری یا مثلا گزارش های امنیتی یا یعنی از نی بیان و او را تسلیم شوند و به نحوی یعنی آسیب پذیری از یا کمتر شوند. کارمند رسانه ای که در بیرون است بدون از کار رسانه ای وقتی از خانش دفتر میره از دفتر خانش میره آسیب پذیر میشه. در این قسمت یعنی دیدگاه نه ای هست که پیش از این مباحث صورت گرفت و ای بود که به خاطر یعنی تامین امنیت هرچه بیشتر خبرنگارا در رسانه ها و دستندرکارای رسانه ای از رفتن یک جایی خبرنگارا جلوگیری شود و تلاش شود که ترانسپورت به صورت جداگانه یا به شکل متفرق یا به شکل چند فیصد رسانه‌ها به این پیشنهادتان مهر تایید گذاشتند؟ خب چون حملاتی که قبلا حملات مشابه صورت گرفته بود بعد از این یک تعداد رسانه‌ها چنین کاری کردند. حالا من نمی‌خوام اینجا نام ببرم، اما رسانه‌ای را به خاطر دارم که تلاش کردند به خاطر از اینکه اینمی آسیب پذیری را که چند تن از کارمندایشان در یک موتر می باشه و احتمال هر نوع حمله که از قبل ما تجربه داشتیم وجود داشت، به این خاطر ما یعنی تاکید ما ای بود بر رسانه و دیدگاه ما ای بود که باید یا از این نوع تجمعات یا مثلا انتقال خبرنگارا به صورت گروهی جلوگیری بکنه. بسیار تشکر آقای نصیر احمد نوری، مسئول دیدبان رسانه های نه. لطف میکنه. پس از یک میان برنامه کوتاه همچنان این برنامه ادامه دارد.